الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام. بله، همینطوری که نگاه میکنیم به این ملا نصرالدین، اینها کسانی هستن که مملکت ما رو گرفتن با این قیافه و شمایل، با این طرز فکر، با این زبان عربی، با اون کتاب قرآن عقب افتاده، شماها رو به جون هم انداختن. وقتی هم که مردم ایران بلند شدن، همین آدما، همین کسی که الان رو صفحه میبینینش، امثال این هزاران نفر از اینا فقط که اگه همشون رو جمع کنین، استادیوم 100,000 نفری ایران پر، تهران پر نمیشه. یک عده امامه به سر عبابتن عرب وطن فروش احمق بیشور ایران از دست شما گرفتن. 4-5 میلیون ایرانی در خارج، 65-6 میلیون ایرانی در داخل اسیر یک عده ملا شدن و ما نشستیم اینجا اینا رو مسخره میکنیم، ولی از این ور نگاه نمیکنیم که اینها این افسار دینو، این قلاده دینو به گردن شماها انداختن، از اون دارن استفاده میکنن. بزرگترین دروغ دنیا رو گفتن، آدم کشترین آدم هایی که در دنیا وجود دارن و پشتیبانی میکنن، گروه های تروریستی رو پول میدن، پول ایران رو گرفتن، دارن در کشورهای عربی و این آدم کشان رو برداشتن میبرن ایران. فکر میکنین تو این 10-15 ساله این پولی که این ملای احمق توی کشورهای فلسطین و نمیدونم سوریه و نمیدونم لبنان و اینا پخش کردن، برای کی پخش کردن؟ برای همین الان، برای الانه که نقاب سر اونا بکنن، کلاه خود هلمت بذارن سرشون که صورتشون رو نبینین، اینا رو ببرن در پادگانهای نظامی نگه دارن، پول بهشون بدن و الان بچه ها و مردم ما رو بکشن. میترسید اگر دستتون رو داره و ما الان نشستیم اینجا فقط داریم سر این حرف میزنیم که آقا من دارم میگم مال ما این درسته، اون یکی میگه نه حرف من درسته، اون میگه تو 2 سال پیش که داشتیم کوکاکولا میخوردیم، کوکایی که گرفته بودی گازش بیشتر از مال من بود، گازش بیشتر بود، مال من نبود. تو دوغ چرا خوردی؟ دوغ مال من گاز نداشت، مال تو داشت. این بحث این تلویزیون ها و این گروه های سیاسی همینه. کشنده است و آدمو نابود میکنه. نون بریم بخریم، لباستون سفید کنیم، توف بندازیم، هر کاری بکنی، اینا درست نمیشه. وقتی که همه با هم دیگه بر علیه اینا با مخالفت با این عرازل و باش بلند شیم و کاری انجام بدیم. دو ساله من اینا رو دارم نشون میدم، شما قیافه هاشون رو ببینیم. اینا این پیره مرد که دیگه از مرد نمیترسه که، این نشسته اونجا بود، اصلا شعورش به اونجا نمیرسه. این فکر میکنه الان امام حسین و حضرت علی و امام 12 تو اون چاه خلا نشسته منتظره که هر اتفاقی گفته اون میاد بیرون درستش میکنه. بیشتر باشه. در تاریخ هستین، تمام ادیان به مردم گفتن خدا و پیغمبران ما شما رو نگه میداره، ناراحت نباشین. این احمق هم همینطوری فکر میکنه. تا کی میخوایم بشینیم خطر داشته ما هم گول این حرفا رو بخوریم؟ انسان رو نابود بکنه از جهنم. اینها کسانی هستن که مملکت ما رو با قیافه شون نگاه کنیم. خواهش ازتون میکنم، تمنا ازتون میکنم، وقتی که انقدر افتخار میکنیم به ایرانی بودنتون، انقدر افتخار میکنیم به اینکه من 4-5-6-7,000 سال، هر 10 سال یه 1,000 سال هم بهش اضافه میشه، 7,000 سال، 8,000 سال، 20,000 سال، هر چند هزار سال که دوست داریم بگیم ما تاریخ داریم، رستم داریم، سهراب داریم، فردوسی داریم، داریوش داریم، کوروش داریم، خشایارشا داریم، شما فکر میکنید چقدر میباد، سعدی داریم، خیام داریم، زکریا رازی داریم، همه اینا رو داریم. الان چه غلطی کردیم ما؟ این احمق بی شعور مملکت ما رو گرفته از ما. یعنی آماده پس چی شد این غیرت ایرانی؟
حیرتمون فقط سر اینه که اگه برخلاف اون چیزی که به ما از صدر خلقت تا حالا شکوندن اگه ما حرف بزنیم رگای گردنمون میزنه بیرون، تلفن میزنه مرد تو که احمق، تو چرا این حرف بزنی؟ مملکت تو به باد دادی اتحقا، این ملای کثافت مملکت تو، خواهر تو، مادر تو، همسایه تو، همه رو به فحشا کشیده، برادر تو، پدر تو، خانواده تو به مواد مخدر کشیده، بقیه رو داره میکشه، زندان ها پرن، 2000 نفر الان آمادن برای اینکه تیربارون بشن. همین الان هم میخواییم بشینین بگین این احمق میتونه رو شما کنترل داشته باشه؟ فقط رگ گردنتون رو میتونید سر یه مسائل مزخرف باد کنین؟ اگه قدرت دارین قدرتون رو باید بذارین این آدمایی که اونجا نشستن شما جز اونا نباشین. نگاه کنین این جمعی که الان اینجا نشسته، این جمعی که اینجا نشسته، خب خورشید همین اینها فردا میخواد که پدر پدر جد اینا رو در میاره، سیارات رو گرم کنه. این شخص نمیدونه که آینده چیه، خیلی حرارت نیاز داره تا بتونه. مگه تمام آدم کشان تاریخ میدونستن فرداشون چه خبره؟ بر علیه مردم بلندشین نابود میشه. باید برای مردم کار کرد. چی دیگه از این زندگی میخواین؟ چیه این زندگی مگه؟ تا کی باید بشینین پای مزخرفات این تلویزیون و اون گروه سیاسی و این تو خارج از کشور نگاه کنیم؟ از که مملکت ما احتیاج به همکاری داره، به هم یاری داره. عزیزان من بلند شین با هم یکی بشین. گوش به این صحبت ها ندین که این اگه این کارو بکنه اونطوری، این اگه این کارو بکنه اینطوری. من میخوام بقیه صحبت ها رو بذارم این احمق بیشور ادامه بده، برای داریم با شما هست. شما میخواد یه چیزی رو بسوزونید، میخواد یه تیکه چوب ازینه بسوزونید، آتش روشن میکنید که این چوب رو بسوزونید. خب چقدر آتش میخواد؟ هرچه که این چوب تنومندتر باشید آتش بیشتر میخواد. تازه خود این چوب وقتی شروع میکنه به سوختن به حجم آتش اضافه میشه. جهنم خودش یه طرف، تازه بعضی آدم ها حسب و جهنمن، یعنی خدا اینا رو وقتی ریخت تو آتش تازه شعله آتش بیشتر میشه. و شما حساب کنید ببینید ما میتونیم یه محاسبه رو جهنم بکنیم ببینیم چه خبره؟ جهنم کجاست؟ نعوذ بالله. وقتی که پیام به پیغمبر میدن که امتت باید تو جهنم بسوزند و جهنم رو عذاب جهنم رو تصور میکنه، پیغمبر بیهوش میشه، چه رسد به بقیه. حالا اگر کسی عذاب جهنم رو باور کرد این گناه نمیکنه. هر قدرم تمایل به گناه داشته باشه این ایمانش به جهنم او رو مهار میکنه. اون توش باید بدونه. و قرآن میفرماد من خاف مقام ربه و انه النفس عن الهوا فان الجنه هي المأوى. کی این خودش رو حفظ میکنه؟ نه نفس عن الهوا، پارو هوای نفسش میذاره. اون چه میترسه از مقام پروردگار که میدونه خدا آدم های معصیتکار رو به جهنم میندازه. خب این بدنش میلرزه. میبینیم 3 روز اهل بیت روزه میگیرن و افطاریشون رو میدن به یتیم و مسکین و عرض شود که اسیر، یوت امون التعام علا حبهی مسکینن و یتیمن و اسیرا. چرا؟ یعنی انا نخاف من ربنا یومن عبوسن غمتری را. ما از قیامت میترسیم راستی اینجورا. حالا ببینیم که حجم آتش